این قضیه مطعه در اسلام خب وجودش باعث شده که خیلی از آقایون راحت این کار انجام میدن و میگن ما خلاف شهر رو انجام ندادیم حالا این خانوم هم ناراحت و در حال یه جورایی زندگی ها به طلاق کشیده شده من میخواستم در این رابطه به ایشون به ما توی این موضوعات بیشتر باید نگاه پیشگیرانه داشته باشیم نکته پیشگیرانه اینه که خود بنده تو این سالهایی که کار مشاوره انجام میدم می میدم خیلی از آقایونی هم که تو این ماجراها قرار میگیرن واقعا قلبا خودشون راضی نیستن آقایونی که به این سمت کشیده میشن چند تا علت و عمده دا. دارن من عللش رو بگم اولین علتش اینه که اینا ها عمدتاً رضایتمندی رفتاری از همسرشون ندارن اخانمش از من نمیخوام میگم به حق یا ناحق با تصور خود این مرد رو میخوام بگم دوباره این موضوع عدم رضایتمندی در مسائل خاصشونه زمین اون تمکین لازم رو خانم از همسرش نداره دادا فرد میبینی گرایش پیدا میکنه برای اینکه بتونه نیازهاش رو مرتفع بکنه به سمت و سوهای دیگه نکته سومی که وجود داره گاهی اوقات میبینید نوع مراوداتی که در چارچوب نیست یعنی در چارچوب زندگی یک مسلمان نیست مثلا میبینید که خیلی آزادانه خانواده ها با همدیگه مرتبط میشن بگو بخند خب میدونید منجر به این میشه که انسان وقتی با نامحرم مراوده آزادی داشته باشه و خیلی راحت برخورد بکنه تدریجا حوث هم تو شکل میگیره دیگه گاهی قد میبینی خیلی راحت مثلا ما میایم تو خونه مثلا ماهواره میاریم نمیدونم پای فیلم های مختلف میشیم که یه بخشی از خیانت ها دقیقا میبینی یا بیوفایی ها ریشه در همین موضوع داره یه علت دیگه میبینی زیاد خواهی مرده یعنی مرد نه خانمش همه چی همه ویژگیاش خوبه رفتارش خوبه نیازهای همسرش رو توجه میکنه ولی میبینی که مرد یک مقداری متاسفانه زیاد خواه شد حالا این زیاد خواهی هم دوباره علل و عواملی داره ها مثلا یکی از علل و عواملش ممکنه با رفقای ناباب باشه یه موقع ممکنه اصلا خانوادش خودش پر آسیب باشه ولی من توصیم اینه که ما توی این زمینه خودمون رو قدرتمند بکنیم حالا من خصوصا جسارت محضر بانوان بانو محترمی که بیننده برنامه هستن یکی از حالا من نمیدونم این رو سریح بگم یا نه یکی از علتهایی که معمولا مردها دوچار همین بیوفایی یا خیانت میشن بیورسگی خود زنه زن نمیتونه مردش رو جمع کنه مدیریت بکنه در حالی که ببینید زن قدرت مدیریت خیلی قویی داره بعد خانوم بعد مردش رو بتونه مدیریت بکنه تو جهات مختلف تو جهت خدمت شما بسری کلامی یه موقع یه آقایی میگفت میگفت آ این تراشو من توی, سندل توی خونه، توی خونه تو آشپزخونه صندلی دارم برای مم. نشستن و میرم میرم پیش خانم اون خب چرا خود خب دو تا ویژگی داره خیلی مهربانه خیلی خوی سر و زبونه خانم من مثلا یه آهن برای من خب من صد سالش به این زن بی وفایی نمیکنه ولی از اون در شما وقتی این تندی کلام میاد بدخلقی میاد بی توجهی میاد و ما اینا رو میدیدیم تو مشاوره ها نمیخوام توجیه بکنم ولی میخوام بگم که حالا اگر میخوایم ریشه یابی بکنیم و پیش بینی بکنیم که خدایی نکرده خانواده در معرض این آسیب ها قرار نگیرن این نکات رو باید حتما بهش ها توجه کن به نظر من هیچ هم مثل خانوما قلق همسرش دستش بله. قشن قلق مردتون اون قلق حقیقیش دستتون باشه بر اساس اون عمل بکنید ببینید که مردا چطور همراهی میکنن در زندگی و واقعش هم این میشه که همسرشون رو خدمت شما ارز کنم که به عنوان یکی از مهمترین عوامل خوشبختی خودشون می